سلام، با خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. روما عادل هستم با مشروعی خبرهای این ساعت. حکومت افغانستان میگوید که طرح به قیمت فروپاشی نظام و لغو قانون اساسی مطرح نمیگردد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هنگام سخنرانی به مراسم 26مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری گفت که هیچ گونه طرح در غیاب حکومت افغانستان مطرح نمیگردد و هر گونه طرحی که ارائه می شود باید نظام سیاسی و قانون اساسی در آن حفظ باشد. سرور دانش می گوید که افغانستان با عملی شدن طرح‌های مشابه به اهل حل و عقد به سوی بحران کشانیده می شود و هیچ کس نظام‌های تحمیلی نمی خواهد. محمد محقق مشاور سیاسی و امنیتی رئیس جمهور در این مراسم گفت که طالبان از وی و رهبران سیاسی دیگر خواسته است تا در وضعیت کنونی یا با آنان بعیت، معیت و یا هم بی‌طرفی را حفظ کنند. اما یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور در جریان صحبت‌هایش گفت که جامعه جهانی تلاش‌ها را برای تسریع این پروسه آغاز کردند و به زودی در پروسه مصالحه تغییرات چشمگیر ایجاد می شود و شکل مذاکرات تغییر خواهد کرد. رهبران سیاسی و مقام‌های حکومتی در مراسم 26مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری بر مسائل اخیر سیاسی و در رابطه با پیشرفت‌های پروسه صلح صحبت کردند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هنگام سخنرانی به این مراسم گفت که هیچ گونه طرح در غیاب حکومت مطرح نمی شود و هر طرحی که پیشنهاد می شود باید نظام سیاسی و قانون اساسی در آن حفظ باشد. دانش می گوید که طرحهای با قیمت فروپاشی نظام و لغو قانون اساسی باید مطرح نشود. کید ما بری است که اولا هیچ طرحی نباید در غیاب دولت افغانستان و بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور مطرح شود و دومی که هر نوع طرح باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی افغانستان مطرح شود و نه به قیمت فروپاشی نظام و یا لغو قانون اساسی کشور. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که یگانه راه تعیین سرنوشت سیاسی انتخابات است و میافزاید افغانستان با عملی شدن طرحهای اهل و حل و عقد و طرحهای مشابه به آن به بحران می رود و هیچ کس نظامهای تحمیلی را نمی خواهد. تعیین سرنوشت سیاسی مردم جز از طریق انتخابات عمومی از هیچ طریق دیگری تأمین نمی شود. از طریق طرحهای مانند اهل حل و عقد و یا طرحهای مشابه آن. بدون انتخابات کشور به بحران عمیق‌تری دیگری فرو خواهد رفت و هیچ کسی یک نظام تحمیلی یا یک نظامی را که مبتنی بر اراده مردم نباشد نخواهد پذیرفت. محمد محقق مشاور رئیس جمهور غنی در امور امنیتی و سیاسی به این مراسم گفت طالبان از سیاسون خواستند که با آنان بیعت، معیت و یا هم بی‌طرفی‌شان را حفظ کنند. محقق میگوید علاوه بر وی طالبان از عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی نیز خواستند که با آنان بیعت کند. بیعت که نمیکنیم بین معیت کنیم. معیت چیکار کنیم؟ تفنگای تن شرب کنیم مردی ما میریم قد حکومت جنگ میکنیم. ای از او کده بدتر. خب این کاری که نمیکنیم چیکار میکنیم؟ خیبین بی طرف میشینین. دموکراتان باشین که ما حساب دولت که جمع کردیم بازیان شما می. این سه چیز ما گفتم. ما را در شورای رهبری مطرح کردیم امروز که شورای نامش هم خونم بفهم که چی نام کرده است. ریاست جمهوری، شورای دولت است، شورای رهبری است که اونجا درک جمع شدیم. این گفت ما گفتم استاد سیاه گفتن که بله اونا از ما درست پیش بیعت خواستن. در همین حال محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری میگوید مردم افغانستان صلح تعریف شده میخواهند نه صلح مبهم و گنگ و می افزاید عدم تامین صلح عادلانه مردم افغانستان را به جنگ خونین دیگر داخل خواهند کرد. قانونی میگوید که جهانیان تلاش ها را برای تسریع این پروسه آغاز کردند و به زودی تغییرات قابل ملاحظه ای در پروسه مصالحه ایجاد و شکل مذاکرات تغییر خواهد کرد. برای اینکه سرعت و شتاب بیشتر پیدا کنند شکل مذاکرات متفاوت تر خواهد شد. نقشه به وجود خواهد آمد که هم اجماع ملی
هم اجماع منطقه‌ای و هم اجماع جهانی در ارتباط به صلح افغانستان به وجود بیاید. اگر ما متحد باشیم و کارانای کشور، شخصیت‌های جهادی، سیاسی و ملی با هم یک زبان باشیم، با ضرور نیست که ما منتظر بن دوم باشیم یا منتظر یک مجلس دیگه باشیم. معاون دوم رئیس جمهور در حال با طرح‌های بیرونی مخالفت نشان می‌دهد که رسانه‌های خارجی روز چهارشنبه خبر داد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان طرح حکمت انتقالی یا مشارکتی را با مقام‌های حکمت افغانستان و سیاسیون این کشور شریک کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از سفر 3 روزه به کابل وارد دوحه شده است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده از راه حل سیاسی در افغانستان حمایت میکند و زلمه خلیلزاد مشوره هایش را در رابطه با صلح با رهبران سیاسی و مقامات دولتی در کابل شریک کرده است. در همین حال بر اساس گزارش ها خلیلزاد در سفر 3 روزه خود به کابل طرح حکومت انتقالی سال را با برخی از رهبران سیاسی و رئیس جمهور غنی در میان گذاشته است. بر اساس این طرح حکومت انتقالی سال تشکیل خواهد شد و شخص برای رهبری آن تعیین می شود که برای هر دو جناح قابل قبول باشد. شورای عالی فقهای اسلامی، شورای رهبری سیاسی حکومت و کمیسیون تعدیل قانون اساسی ایجاد می شود. همچنان این احتمال وجود دارد که پست صدر اعظمی نیز ایجاد شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سفر 3 روزه‌اش به کابل را به پایان رسانده و به دوحه رفته است. وزارت امور خارجه آمریکا سفر زلمه خلیلزاد به کابل را مؤثر خوانده و میگوید وی مشوره‌های خود را با سیاسیون و مقام‌های حکومت افغانستان شریک کرده است. وزارت امور خارجه میگوید که خلیلزاد هنگام این ملاقات‌ها بر دیپلماسی تاکید نموده است و از جامعه بین‌المللی خواهان حمایت در بخش تامین صلح دائمی و برقراری آتش بس شده است. زلمه خلیلزاد و تیمش مشوره های سازنده 3 روزه را با مقام های حکومتی در کابل به پایان رساند. آنان با رهبران جامعه مدنی و رهبران سیاسی دیگر افغانستان ملاقات کردند که تمرکز آنان بر تسریع پیشرفت ها در روند صلح بوده است. خلیلزاد در تمامی این دیدارها بر دیپلماسی تاکید کرده و خواستار حمایت گسترده بین المللی برای کمک به افغانستان و دستیابی برای حل سیاسی و آتش بس دائمی و جامع شده است. بر اساس گزارش ها زلمه خلیلزاد هنگام سفر 3 روزه‌اش به کابل طرح حکومت انتقالی صلح را با برخی رهبران سیاسی و رئیس جمهور غنی شریک کرده است. بر بنیاد این طرح حکومت انتقالی تشکیل می شود. شخص به رهبری این حکومت تعیین می شود که به هر دو جناح قابل قبول باشد. شورای عالی فقها، شورای رهبری سیاسی دولت و کمیسیون تعدیل قانون اساسی ایجاد می شود. یک احتمال این است که پست صدر اعظمی نیز ایجاد می شود. افراد آگاه از جریان مذاکرات صلح می گویند که بر اساس این طرح و با حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته تغییرات در قانون اساسی پیشنهاد شده است. با توجه به تغییری که ما در این پیشنویس حداقل دیدم و طرح دیدم اینه که قانون اساسی تغییر میکنه، که هرچند گفتن که مبنا برای قانون اساسی جدید همین قانون اساسی خواهد بود، اما اگر ما بخوایم قانون اساسی رو تغییر بدیم در واقع نظام سیاسی از همه پاشه و ما دیگه این نظام سیاسی رو نخواهیم داشت و ارزش‌های نوین رو نخواهیم داشت. این یک مشکل جدی که ما در این طرح دیدم. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز که با زلمه خلیلزاد در کابل ملاقات نموده میگوید در دیدار با خلیلزاد درک کرده است که جهانیان در فکر بدیل مذاکرات قطرند. نه خلیلزاد سر ما تفصیلی خبری درلوده او احساس می داکره چه طول دی نتیجه ترسی دلی دی چی دی دوهی مذاکرات نور دی نتیجه دی او باید تو بدیل فکر وش. ما دی مقدماتی خبرو پترس که مویل چی مر دی دی ناکامو مذاکراتو دی بدیل پیدا کولو سر موافق.
افراد آگاه از مذاکرات صلح میگویند که زلمه خلیلزاد به هدف شریک ساختن این طرح با طالبان به دوحه سفر نموده است و ممکن این طرح با کشورهای منطقه نیز شریک شود. حزب اسلامی روز جمعه تظاهرات گسترده را در کابل راه اندازی می کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می گوید که ارگ معاهده امضا شده با حزب اسلامی را عملی نکرده، 3000 زندانی این حزب رها نشدند و در مدت 10 روز خواستهایش پذیرفته نشود تظاهرات آنان به ولایات نیز گسترش می‌یابد. حکمتیار می‌گوید که با گسترش تظاهرات آنان از کابل به ولایات کشور، خواست اساسی آنان بدون تأخیر استعفای حکومت می‌باشد و این تظاهرات تا زمان ادامه خواهد داشت که قدرت به حکومت همشمول جدید انتقال نشده باشد. رهبر حزب اسلامی بار دیگر حکومت کنونی را به مخالفت با پروسه صلح متهم می کند و می گوید که برای ملیشه سازی و جنگ جدید در کانتینرهای گندم به کشور اسلحه انتقال می شود که به جدیت جلوین کار باید گرفته شود. تکبیر. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از راه اندازی تظاهرات گسترده در کابل خبر می‌دهد و می‌گوید این تظاهرات را در واکنش به عدم تطبیق معاهده با حزب اسلامی راه اندازی می‌کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که با یک نشست خبری در رابطه با راه اندازی تظاهرات سخنرانی می‌کرد گفت ارگ بر تعهداتی که با حزب اسلامی کرده بود عمل نکرده است، 3000 زندانی آنان هنوز هم رها نشدند و شرایط برای برگشت مهاجرین حزب اسلامی آمده نشده است. حکمتیار میگوید که در پایان تظاهرات روز جمعه به حکومت 10 روز ضرب العجل تعیین میکند تا خواستهای آنان را عملی کند و هشدار میدهد که اگر در مدت یاد شده این خواستها عملی نشود، تظاهراتشان را به شهرهای بزرگ دیگر کشور نیز گسترش میدهد و خواستشان در آن زمان استعفای فوری حکومت و موضوع انتقال قدرت به حکومت همشمول خواهد بود. مجد به پرلپسی منظم ستر تظاهرات ترسر کن. کابل و اتواقی او زین نور لو شارون هم. مسلسل بین. او شعار بین، گشتن و مطالبه بین فقط ایکی وی. او اگر داشت دا حکومت نور نا اهل و نا کاره بده دا استعفا وکن. خلزه بلو کن تا پیشت. ترماو تا پوری بدوام بین. دا وزاتم باید وکم چی موږ د دغه تظاهراتو لپاره کافی کار کړی او مشورې مو کړی. رهبر حزب اسلامی بار دیگر یک حلقه خاص در داخل حکومت را در ترور و قتل‌های اخیر هدفمند دخیل خواند و میگوید این حلقه از سوی استخبارات خارجی که خواهان ادامه جنگ در افغانستان است حمایت می شود. حکمتیار میگوید که مقام‌های حکومت کنونی به هدف ماندن در قدرت برای حضور نیروهای خارجی لابی می‌کنند و دست به تاراج دارایی ملی زدند. حکومت دننه و خبیثه تروریستی کلی لاستر. او دهو بارانه یو جنگشتون کو هیوادو د استخباراتی شبکو لوری مهندسی او تر سره کیږي چې د کابل ناکاره حکومت د جنگ د دوام په موخه حمایت کوي. د وسیلې په توګه له دې حکومته د جنگ د دوام لپاره استفاده کوي. رهبر حزب اسلامی بار دیگر حکومت کنونی را با مخالفت با پروسه صلح متهم می کند و می گوید به هدف ملیشه سازی و جنگ های تازه در کانتینرهای گندم به کشور اسلحه انتقال می دهد که با جدیت جلوی این کار باید گرفته شود. نوی جنگ لپاره تیاره که ملیشو جوړول او لبهره پا قاچاقی توگ او دی غنمو پا کانتینر رو که دی وصلو او نظامی تجهیزاتو راولل او ویشل باید فوران او پا بشپل توگ متوقف شد. مر او ملت مولا دی مخکنی جنگ نغوالی حواد وشبه دوی دی او نوی جنگ لپاره تهانیز. هشدار راه اندازی تظاهرات گسترده به روز جمعه سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل در حالی است که وی قبل از این هشدار داده بود که این تظاهرات را تا زمان ادامه می دهد
تا که گلم حکمت کنونی را جمع نکرده باشد. در نتیجه انفجار و حمله مسلحانه در ننگرهار یک دکتر زن و 7 کارگر کشته شدند. صبح روز پنجشنبه در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار بر یک ریکشا انفجار ماین مغناطیسی صورت گرفت که در نتیجه یک دکتر کشته شد و کودکش زخم برداشت. برادر دکتر کشته شده میگوید که خانواده رئیس جمهور و امرالله صالح در خارج از کشور زندگی آرام دارند و اکنون باید برای وی مشخص کنند که قاتلان خواهرش کی هست. در همین حال افراد مسلح ناشناس 7 کارگر را در ولسوالی سرخرود ننگرهار کشتند. حملات هدفمند اخیر در ننگرهار، انفجار ماین‌های مغناطیسی و ناامنی‌ها مردم را نگران ساخته است و از حکومت می‌خواهند تا وضعیت را کنترل کند. ولایت ننگرهار روز پنجشنبه شاهد دو رویداد جداگانه بود که در نتیجه آن 8 تن کشته شده اند. یک دکتر شفاخانه حوزوی ننگرهار که صبح روز پنجشنبه در ریکشا به وظیفه می رفت در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در ناحیه سوم شهر جلال آباد کشته و یک کودک دیگر زخمی شده است. این برادر دکتر کشته شده است که در سوگ خواهرش فریاد و ناله می کند. وی میگوید که خانواده های رئیس جمهور غنی و امرالله صالح معاون اول وی در خارج زندگی مرفع و آرام دارند، اما اینجا از درد و غم ملت آگاهی ندارند. یا ملت امرالله صالح او سرور دانش دوی پرم به حال که مون مسلمان از مون حق ناوردل که دیم ظالمان رو نخپل الله العالمین والی پا مون نپا ولیتی داره باند اعتماد لرو نپا مرکزی داره باند اعتماد لرو مون دی سیاسی گیمون مخکار شوی و او نور مخکار کیگو نه جورنالستان هم پا من کده نه داکتران هم پا من کده نه امنیتی زواکون هم پا من کده مون دی رهبری که دی سیاسی مشران و خکار شوی و خکار کیگو الله العالمین دغه مشران تباه و برباد که الله دم دست جنازه چیز مون مظلومانو په کورونو کې روان ده د دې ارنشینانو په کورونو کې روان شي چې دوی ته زور معلوم شي چې څومره درد لري. در این حال در رویداد دیگر افراد مسلح ناشناس 7 کارگر را در این ولایت کشته اند. منابع محلی میگویند که افراد مسلح ناشناس شب گذشته 7 کارگر معدن گچ را در منطقه مارغوندی ولسوالی سرخرود کشته اند. روز پنجشنبه در ولسوالی غنیخیل ننگرهار بر مطر یک دکتر انفجار صورت گرفت که به شمول دکتر امان الله شینواری 3 تن زخمی شدند. این وضعیت باشندگان ننگرهار را نگران نموده و از حکومت می خواهند که وضعیت را کنترل کند. در امنیتی وضعیت اندیخنی ورده، تشویش ورده، اگه پده بانه منی چی دلتا خبریال، دلتا داکتر، دلتا علمی کدرون و دلتا اگه چوک چی پا مطرح دی، اگه خوندی ندی، اگه وجل کیگی. نه نه منگ یو داکتر دلا سور کردی ده، پرون مواقسی دری خوین دلا سور کردی دی. نو هلمن دیتاو چی ولایتی داره دلتاقی خوب را ویخشی او داگه امنیتی ارگانو چی دی داره بایداره. اداره ولایتی ننگرهار میگوید به هدف کنترل امنیت دست به کار شدند و در 24 ساعت گذشته به اتهام کشته شدن کارگران در ولسوالی سرخرود و دکتر میهن یوسفی 2 گروه را گرفتار نموده است. چیز من بیگون افغانان به شهادت باندې رسی حقوقی پس به قدم اخلو ده حقوقی پنیونه که جدی است و حقوقی بنیول کیگی او ده قانون منگولو تا بس پارل کیگی ده تورتا ده زین و پیک و عاملین ممخکینی ولی و کم چی پاتی دی انشاءالله اجمنی است و متحدی است و چه عاملین بینی است و به ده برخه که مجمنه کرده جدیت لرو او ده قانون منگولو تا بس پار. این در حال است که روز چهارشنبه 3 کارمند اوناس بخش دوبله تلویزیون انعکاس از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار کشته و 2 زن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده نباید درگیر جنگ طولانی افغانستان شود. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رهنمود منتشر شده از استراتژی موقت امنیت ملی در مورد افغانستان گفته است انتظار نمی رود که اداره جدید آمریکا درگیر جنگ بی پایان باشد که هزاران نفر جان خود را از دست داده است، بلکه تلاش می کند تا طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان را به گونه مسئولانه پایان دهد. رهنمودهای استراتژیک موقت اداره بایدن برای امنیت ملی بیان می دارد که ایالات متحده درگیر جنگ دائمی که
تریلیون ها دلار هزینه خواهد داشت و جان هزاران نفر را خواهد گرفت داخل نمی شود. در این استراتژی همچنان تاکید شده است که افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریست ها مبدل نشده و با متحدان ایالات متحده در این بخش متحد به همکاری است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا در پایان سفر 3 روزه‌اش به کابل گفته است که حکومت افغانستان و طالبان باید راه برای دستیابی به یک توافق سیاسی و برقراری آتش بس دائمی دریافت کنند. در درگیری میان نیروهای امنیتی و یک زورمند در ولایت هرات 40 تن زخمی شدند. والی هرات میگوید که حبیب الله غوریانی یک زورمند محلی که با سرقت آدم ربایی و داشتن افراد مسلح غیر مسئول متهم است عملیات کرد که در نتیجه 20 فرد مسلح غیر مسئول وی بازداشت شدند، اما خودش موفق به فرار شده است. در همین حال حبیب الله غوریانی که در این عملیات زخمی شده است در یک پیام ویدیویی میگوید که حدود 65 محافظ دارد و به هیچ گروه وابسته نیست و به دلیل این که حکومت در تامین امنیت مردم ناکام است و این مجبور شده است تا خود دست به کار شود. عملیات بر منزل غوریانی عصر روز چهارشنبه آغاز شد و ساعت 12 شب پایان یافت که در نتیجه به شمول 5 سرباز امنیتی 39 فرد ملکی زخمی شدند. نیروهای امنیتی روز چهارشنبه به هدف گرفتاری حبیب الله غوریانی زورمند محلی در هرات عملیات کردند که در نتیجه آن به شمول زنان و کودکان 40 تن زخمی شدند، اما نیروهای امنیتی نتوانستند که وی را گرفتار کنند. این عملیات عصر روز چهارشنبه در شهرک جبرائیل ناحیه 13 شهر هرات پس از آن آغاز شد که افراد مسلح حبیب الله غوریانی به شمول سربازان امنیتی افراد ملکی را لت و کوب کرده بودند. والی هرات میگوید که حبیب غوریانی علاوه بر سرقت، اختطاف، دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، افراد مسلح غیر مسئول نیز دارد. وی در این عملیات موفق به فرار شده، اما 20 جنگجوی مسلح وی گرفتار شده است. زندان شخصی ازی و محل قرارگاه غیر مسئولانه ازی توسط نیروهای امنیتی تسخیر شد و تعدادی از این نیروهای مسلح و زورگو تسلیم شدند. اجالتاً خود از این متواریست تحت تعقیب قرار دارد. والی هرات میگوید که ارگان‌های عدلی و قضایی چند ماه پیش دستور گرفتاری غوریانی را داده بود، اما وی به محکمه حاضر نمی‌شد و از زور استفاده می‌کرد. هنگام این عملیات به خانه‌هایی که در محل موقعیت دارد نیز خسارات مالی وارد شده است. اینجی برادر به خاطر نزای دو نفر حالا کار ندارم، شاید نزاب در نقدر مشکلی که داره به خاطر از امی لازمه که دولت مایه برادر صد خانه رو برادر محاصره نه. در این حال حبیب الله غوریانی پس از این عملیات در یک پیام ویدیویی گفته است 65 فرد مسلح دارد، وابسته به هیچ گروه نیستند و می افزاید حکومت در تامین امنیت مردم ناکام شده است و آنان مجبور شدند که خود دست به کار شوند. کیچلی تو کافی شاپ بسته که رفت آقای تورن امرالله خان و کافی شاپ نان پیاز دولت آورده که غوریانی برادر بچه من نشه شراب بخوره، چرا شراب خوریش مزایمت کرده و دیگه چرا کافشا من بسته کردم. این اثر عملیات کردم. دیگه قضاوت با شما بردم. حبیب الله غوریانی در انتخابات گذشته پارلمانی از ولایت هرات نامزد بود، اما کمیسیون مستقل انتخابات نام وی را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از لیست کاندیدان حذف کرد. نیروهای امنیتی افغان در حال و هدف گرفتاری غوریانی عملیات می کنند که با گفته آگاهان امور حکومت قبل از این نیز به شمول نظام الدین قیصری و عبدالغنی علی پور برخی از افراد مسلح غیر مسئول را گرفتار کرده است، اما سپس بر اساس یک معامله دوباره رها شدند. خبرهای جهان هم پس از وقفه کوتاه.
ادامه خبر. نشست طرح‌ریزی شده یک کنگره آمریکا به دلیل تهدیدهای احتمالی لغو شد. مسئول امنیت ساختمان کنگره میگوید که اطلاعات دریافت نموده است که ممکن یک گروه ملیشه امنیت کنگره آمریکا را تهدید کند. پلیس به دلیل ملحوظات امنیتی جزئیات مربوط به طرح حمله احتمالی را ارائه نکرده است، اما اقدامات شدیدتر امنیتی را اتخاذ نموده است. این تصمیم در حالی است که مجلس سنا می‌خواست تا درباره وبای کرونا بر بودجه 1.9 تریلیون دلار با جو بایدن رئیس جمهور این کشور بحث کند. حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین در 6 جنوری بر ساختمان کنگره حمله کردند. ترامپ برای بار دوم به دلیل این حادثه احضار شد. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که تأخیر آمریکا در بخش برگشت به پیمان اتمی عواقب خطرناک خواهد داشت و افزوده است که اگر تحریم ها وضع شده بر آنان لغو شود، راه به دیپلماسی و مذاکرات باز خواهد شد. رئیس جمهور ایران تحریم های آمریکا را مانع عمده در برابر مذاکرات دیپلماسی خوانده است. وی از کشورهای اروپایی نیز خواسته است که تعقیب قطعنامه خلاف ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری کند. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. وقت خوش. خدا نگهدار.